دوستان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هر جا هستین امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. بازم به یکی از دیگر برنامه های ما خوش آمدید. در این ویدیو ما می خواهیم بر شما در مورد مسابقه که قرار است پیش روی در افغانستان یا خارج از افغانستان بین میمی کارای افغانستان برگزار شود یک معلومات مختصر بدم. امیدوار هستم تا آخر ما را همراهی بکنین و این ویدیو مورد پسند شما خوبان قرار بگیرد. قسمی که شما مخاطبین عزیز در جریان هستین، دو سال قبل به باز محمد مبارز امیمه کار و قهرمان افغانستان از طرف بعضی ورزشکارهای دیگه ما چلنج داده شده بود و باز محمد مبارز هم خاموشی اختیار کرده بود. بعد از دو سال تقریبا یک ماه می شود که باز محمد مبارز در دنیای در شبکه های اجتماعی آمد و در صفحه رسمی خود گفت ما آمدیم و آمده هستم که از چلنج اونها را قبول بکنم و مسابقه کنم با هر یکشان، البته دو ماه در بین. وقتی که جواب از طرف باز محمد مبارز داده شد، تمام ورزشکارها یعنی جواب بالمثل نشان دادن و هر یکشان در صفحات رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی حرفای خود داشتن که ورزشکارها از جمله عبدالمحمد گردن بود و نصرت آخونزاده و یکی از ورزشکارهای دیگه ما هم است که نام از او فعلا فراموش میشده که شما در تصویر چهره او را دیدین. بالاخره این چلنج و چلنج بازی از شبکه های اجتماعی به دنیای واقعی آمد و تلویزیون طلوع و سازمان SLFC این موضوع را پیگیری کرد. بالاخره هم باز محمد مبارز و هم وکیل او به تلویزیون طلوع حاضر شدن و اونها گفتن که ما چلنج و کسانی که بر ما چلنج کرده بودن پذیرفتیم، اما ایجا که اونها تا هنوز به شکل حقیقی وکیل های خود بر ما روان نکردن که ما با اونها مبارزه بکنیم یا همین مسابقه برگزار شود. تلویزیون طلوع که در برنامه شب نبرد از وکیل محمد مبارز تعهد گرفت که شما یک روز تعیین بکنین و یک ساعت تعیین بکنین کسانی که با شما چلنج دادن اونها بیان از چلنج خود رسما دفاع بکنن یا ای که از چلنج خود دفاع نمیکنن همونجا بگن به شکل در حضور رسانه ها و در حضور مردم. بالاخره امروز روز سه شنبه ساعت 10 بجه کنفرانس برگزار میشه و تمام ورزشکارهایی که به باز محمد مبارز چلنج داده بودن آمدن و حاضر شدن و رؤسای سازمان SLFC MMA خود باز محمد مبارز است و دیگر رؤسای سازمان های ورزشی حاضر شدن و در مورد تفاهم نامه و در مورد قرارداد خط بین خود ورزشکارها و بین سازمان و ورزشکاران حرفای خود زدن و باز محمد مبارز و دیگر ورزشکارها هم گفتنی های خود که داشتن در حضور مردم در حضور رسانه رسانیدن که در ویدیو قبلی ما با شما دوستان عزیز و با شما مخاطبین عزیز در جریان گذاشتم و در این ویدیو ما میخواییم حرفای دیگر ورزشکاران نیز با شما در جریان بگذارم. و باز محمد مبارز در ضمن در ویدیو گذاشته گفت که ما از تمام همون شرط های خود گذاشتیم، فقط شرط آخری ما که برمیگرده به 50,000 دلار او را باید کسانی که هستن یا کسایی که بر ما چلنج دادن باید او را حاضر بکنن تا ای که اینمی مسابقه برگزار شود. بالاخره دیگه ورزشکارام گفتن که ما همی شرط باز محمد مبارز قبول کردیم و ما حاضر کردیم تمام شرایطش یا آماده کردیم و قرار است که به زودترین فرصت این مسابقه برگزار کرده، ممکن در خود افغانستان، ممکن در خارج از افغانستان. و حالا شما خودتان حرفای ورزشکارا و یا هم رزمیکارای دیگه ما که نصرت آخونزاده است و ورزشکار بعدی ماست اونها را بیننده باشین و تا آخر ما را همراهی بکنین. امیدوار هستم این ویدیو مورد پسند شما خوبان قرار بگیره و تشکر از حمایت همگی شما که ما در وقت کم تانستیم که به اندازه کافی یا قناعت بخش تعداد بیننده ها و مخاطبین خود را پیدا بکنیم و نظرات خود را در بخش کامنت حتما با ما شریک کنید. همراه اکتر صاحب صحبت کردیم که ما همراه رولا جان در یک جای این برنامه را در جای سیوم میگیریم و همونجا تاریخ تعیین میکنیم و شرط شرایطی را که آقای مبارز مانده تمامش مسئلات وکیل خود دادم و حتی گفتم نزاکتا خ
خوب نیست که من چک سفید در اینجا برش میاردم و یا پنج بندل همون پیسه که 50,000 گفتم هم میاردم و مشکل هم نیست، من در ظرف 10 دقیقه برش حاضر میکنم. از اون لحاظ من مشکل ندارم. باز هم علاقمندهای ما با ما تماس گرفتن و مطبوعات عزیز، اگر ما امروز در این برنامه اشتراک نکنیم گویا به گفته جناب سیار صاحب ما بعد صفحات فیسبوک به نام کشی است. اصلا این گپ نیست، من سر تا پا آماده هستم. تاریخ میشه مربوط سازمان، وقت شما تعیین میکنین که برنامه مقررات مدل میشه و سازمانی که اگر پیش ما سازمان رسمیت که داره و شما میتونید که بسیار نقطه خوب آقای مبارز اشاره کرد که شیرداک از مرون چکنید، از آقای مبارزان چکنید و سازمان ها رو چکنید که سازمان ایفسی ثبت است، سازمان چیفسی ثبت است، سازمان سلفسی ثبت است. هیچ مشکل ندارم با سازمان سلفسی، تاریخ سازمان تعیین میکنه، ما مسابقه خود میکنیم، من هیچ از این لحاظ مشکل ندارم و ریکاردای مرون میتونیم چکنید. نه بس ریکارد نیست، اگر آقای مبارز یک شرط شرایطی را مانده خلاف قانون ورزش ام ام ای دیگه نکرد تمام دنیاست. خب و اگر نکته را اشاره کرد که من 20,000 دلار مصرف میکنم میرم تایلند، خب این بسیار درآمدهای دیگه داره در این مسابقه که کاکایل است، نورستانی صاحب امان نورستانی است. ما میتونیم که اگر این مسابقه ما را ما در بازار بکشیم و تبلیغات از این شوه امکان داره که از دیگر درآمد زیاد میکنه. همین مسابقه اسپانسرای خوبی داره، به خاطر از اینکه این مسابقه خرد نیست، بسیاری درآمدهای بالا از این داره. ما میتونیم که از رای سالمش یک بسیار در برنامه یکی از رسانه‌ها ما شنیدم نماینده ایران، نماینده از سلفسی ایران، اونا صحبت کردن که اگر همین مسابقه را برنامه‌ش در دست ما بتن ما 50,000 دلار 50 برد 25 باخت، اشتباه نکنم دقیق گفتن، ما برشان همی پول همیتونم این برنامه را چینا شرط نزنم و گفتن اگر قانون افغانستان شرط است ما را هیچیز گفتن نمیتونم. خدا قانون دنیای ورزش همیمه شرط نیست، من ایرم مطمئن هستم که در تمام دنیا نیست، چلند یک چیز بسیار عادی است در دنیا. حتی افغان چی میتونی در بزرگترین سازمان دنیا دو امریکایی نیک دیاز نی دیاز در یک وزن یک بر دو برادرها بین خود مبارزه کردن دیگه، به ما هیچ مشکل نیست. ما عام تام سلط خواب اخیار سر دادیم و اگر بخوایم همین لحظه هم پیسه را برایش پول و چک سفید حاضر میسازم، تاریخ تعیین کنم، منتظر تاریخ هستم. کسی نیستم که در ورزش نو آمده باشم، بخوایم نام کشی بکنم و از طریق کسی دیگه بخوایم با خود یک شهرت کسب کنم. من شهرت ورزشی خود دارم و یک نکته را من میخوایم بگویم که من 100 مسابقه ام‌ام‌ای هم که بکنم من خود ام‌ام‌ای کار نمیگیرم، من کیک بوکسر هستم، یک کیک بوکسری هستم، به ورزش خود افتخار دارم، به رشته خود دوست دارم، قلبم دوستش دارم، بهش افتخار میکنم. یک کیک بوکسری هستم که میتونم در چند استایل در چند رشته مسابقه بکنم. که آقای مبارز خود شاهد دستاوردهای ما است، خود آقای عجب‌نور سیار که یکی از اساتید و یکی از کسایی است که در فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان زحمت کشیده، سرکم مسابقات ما بوده. آقای نور پیمان یکی از استادای کیک بوکسینگ افغانستان است، اساتید سابقه کیک بوکسینگ است که فعلا در ورزشگاه رسمی خدمت میکنند. به اینا با تمام جامعه ورزشی افغانستان دستاوردهای ما معلوم دار و نمایان است که ما در رویدادهای جهانی اشتراک کردیم، نه در مسابقات. این مسابقات باز میایم سر مسابقات حرفه‌ای، حرفه‌ای مسابقاتی است که نه مربوط آسیایی میشه نه جهانی، مسابقات شخصی است، همونطور که آقای مبارز گفت مسابقات تجارتی است. و در مسابقات تجارتی ببینید در افغانستان بسیار قهرمانا داریم، چرا اکثریت ورزشکارا با دیگه قهرمانا مشکل ندارن. ما مشکل ما به نظر ما همی بوده که کسایی که میخواین مانع رشد استعدادا در افغانستان شه، اونا باید برداشته شوند، باید لیاقت ها معلوم دار باشه، باید استعدادا به نمایش و استفاده شود از اون استعدادا. و یک نکته را ما میخواهیم بگویم، اکثریت دوستان انتقاد میکنن سر این موضوع، ما میخواهیم بگویم که دوستای عزیز تا وقتی که رقابت سالم در میان نبه رشد نمیبینیم ما. شما رشد وقتی میه که اگر رقابت سالم در میان ده. امروز من شاگرد دارم، اگر شاگرد ما واقعا بفهمم که تواناییش بیشتر از ماست، میتونه که از ما بیشتر رشد بکنه، از لحاظ سینی، از لحاظ توانایی، از لحاظ تکنیک و چیزش، طبعا ما راه رو برش اعلام میکنم، راه رو برش اعلام میکنم، پشترش استاد میشم، کورش میکنم، میم پیش برم. و این نمیشه که ما پیشوری از استاد چه و مانع رشدش شم. به صدا ورزشکار امروز ببینید دمی سالهای آخر مونده، 4 سال پیش خوب نام داشته، رکورد مانده، ولی 4 سال میشه که سر نامش خاک افتیده، به خاطر که نهادی نبوده که رشد بده، اون مانعی بوده در سطح رایش که او اجازه نداده که رشد بکنه. اکثریت قهرمانا رو ما میبینیم که
باور بکنید که دمی 4 سال آمادگی میگیرن، 2 ماه بعد مسابقه دار، مسابقهش لغو میشه، 4 ماه بعد مسابقه دار، مسابقهش لغو میشه، میگپا بعد از بین بره. وای چی وقت از بین میره که نمی رقابتای سالم بیه. رقابت سالم به این معنی است که هر کس دعای قهرمانی میکنه، خب قهرمانیش میتونه در داخل رنگ ثابت بسازه. و ما آمادیم به خاطر دفاع از چلنج خود، ما آماده هستم مسابقه بکنم. ما اگه بس رکورد به ما هم 3 رکورد دارم در شیرداد، دو تاش ثبت شده که یک برد یک باخت است و کسایی ما مسابقه کردیم که هر کدامش دو چند ما رکورد داشته. ما با کسی فایت نکردیم که رکورد نداشته باشه و یا یکی یک کسی بوده باشه که از کوچه آمده باشه. ما امرای ایرانی هم که فایت کردیم میزنیم، میتونین نامش بزنین، در شیرداد 13 رکورد داره. آقای رمضان اسماعیلوف روسی 7 رکورد داشت که حتی 3 مسابقه آماتور داشته بدون از شف حرفه‌ایش. و میایم روی رکوردهای ما با کل این معلومه ما 32 رکورد در رشته کیک بوکسینگ داریم، 3 رکورد در MMA داریم. ولی یک شخص هم که بخواهد کیک بوکس مرا چلنج بده، مثلا مثال میتونم آقای مبارز، ما هیچ مشکلی ندارم. من نمیتونم با آقای مبارز بگویم که برو تو 32 مسابقه کیک بوکس بکن باز بیا ما قید مسابقه میکن، من مشکل ندارم. اگر بخواهم مسابقه کیک بوکس هم بکنن ما آماده هستم، اگر بخواهم مسابقه MMA هم بکنن ما آماده هستم و چلنج خود دفاع میکنم. و این را ما یک رقابت سالم میدانم، یک رقابت دوستانه میدانم که بخاطر رشد ورزش و جوانا و استعدادهای نو ما این کار را میکنم و ما آماده هستم، مشکلی ندارم.